نسب و تاب مسئله حجاب اگرچه برای عده‌ای موضوعی با اولویت چندم است، اما رویدادهای حاشیه‌ای در بطن اجتماع، خبرهای پربازدید در فضای مجازی، حساسیت و کنش‌های مختلف قشرهای مختلف مردم و مسئولین به این موضوع نشان می‌دهد مسئله حجاب هنوز در اولویت مسائل روز اجتماع است. اگرچه جامعه امروز ایران در 3-4 سال اخیر با مشکلات عدیده اقتصادی از قبیل گرانی اقلام ضروری زندگی، اجاره بها و قیمتهای فضایی مسکن، بیکاری، رکود و آسیبهای اجتماعی و مسائل متنوع بین المللی روبروست و با آن دست و پنجه نرم می کند، و اگرچه به حق رفع این مشکلات وظیفه دولتی است که با رأی همین مردم بر سر کار آمده است، اما درست در همین شرایط مسئله حجاب هم برای طرفداران و مخالفان آن دغدغه‌ای مهم شده است. در همین شرایط اجتماعی ایران، رسانه‌های تبلیغاتی دشمنان ایران و ایرانی هم یکی از مهمترین برنامه‌هایشان را پرداختن به مسئله حجاب می‌گذارند و آن را مستقیم و غیر مستقیم، چه از طریق ساخت فیلم‌های سینمایی و سریال‌های طراحی شده و چه از طریق برنامه‌های ماهواره‌ای دنبال می‌کنند. پرداختن به زوایای مختلف مسئله حجاب موضوعی است که بدون توقف چند شبی است آن را دنبال می‌کنند. دکتر محمد صالح هاشمی گلپایگانی از منظر خود در گفتگو با طیف‌های مختلف فکری جوانان پاسخگوی شبهات مربوط به مسئله حجاب است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا بدون توقفه. حتما اگه مباحث ما رو دنبال کرده باشین، در جریان مسئله حجاب و همه گفتگوهایی که دربارش داشتیم هستیم. بریم ادامه بحث رو تو این قسمت ببینیم. دکتر سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی، او از فعالان عرصه تعلیم و تربیت است. کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه امام صادق علیه السلام و دکتری را از مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه قم اخذ نموده است. اگرچه در کارنامه وی مسئولیت‌هایی همچون ریاست گروه معارف اسلامی، گزینش، بسیج و هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و ریاست مرکز مطالعات تربیت اسلامی و مرکز دانشگاهی علمی کاربردی به چشم می‌خورد و در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به تدریس اشتغال دارد، اما همواره اصلی‌ترین فعالیت و نام وی تداعی کننده طرح بینش مطهر در سراسر کشور که خود پایه‌گذار آن است می باشد. دکتر هاشمی گلپایگانی شبکه تربیتی آموزشی بینش مطهر را با محوریت آثار شهید مطهری و علمای ربانی برای ایجاد نظام فکری فراتر از انباشت دانشها، جهت تربیت مربی و مدرس برای کادرسازی پایه فعالیت‌های خود قرار داده است و مسئولیت تدوین و چینش آثار شهید مطهری بر اساس سیر مطالعاتی آسان به مشکل با رویکرد موضوعی در 40 مجلد و تألیف 10 کتاب دیگر در همین راستا از اهم فعالیت‌های وی می باشد. مباحث حجاب و عفاف در سیر مطالعاتی بینش مطهر 21 کتاب در 5 مرحله این طرح قرار داده شده است. او اولین استاد مهمان سری جدید بدون توقف است. آیا ما باید قانون رو قبول اجرا که باید بکنیم، حرفی نیست، یعنی قانون رو ما ملزمیم به اجرا، اما آیا باید قبول هم داشته باشیم، یعنی باید حتما به قانون ایمان هم داشته باشیم؟ هم ارزش گذاری روی افراد محجب خیلی بیشتره، خب اینو داریم میبینیم، به وضوح داریم میبینیم. همین که این افراد که توی همین جامعه همون، شما نمیتونید بگید که چراغ قرمز غیر اجباری، چراغ قرمز اجباری، چراغ قرمز این چراغ قرمز. توی مجلس قانونی وضع میشه، من به لحاظ مبنایی با این قانون مشکل دارم و نیاز دارم این قانون برای من تبیین بشه و هنوز نمیپذیرمش، اما در این حوزه اجرا اگر معمول یعنی ناظر به رفتار من باشه، من موظفم اجراش بکنم، اما قانون رو قبول ندارم و باهاش ارتباط برقرار. این مشکلی آیا ایجاد میکنه؟ این حجاب نمیتونیم بگیم که شما با این حجاب نمیتونی فلان جا مشغول به کار بشی. سلیقه است دیگه، مقامات و مسئولین هی عوض میشن. حجاب یه چیزیه که نه، ببین این حرف ایشون منظورش اینه تریبون های رسمی اینو ترویج میکنن، میگن توی تلویزیون رسانه های رسمی اینها میگن آره ما ارزش گذاری برای حجاب میکنیم، اما همونجور که آی دکتر هم گفتن توی اجرا چون سلیقه‌ای میشه، یه جا بله اونو رعایت میکنن، یه جا بدترش از لجش اتفاقا برعکسش رفتار میکنه، این تضاده هستش. این نگاه رسمیشونو داره. شما نکته‌ای درباره مسئله حقوق داشتید؟ بله. بسیار خوب، فکر کنم سوالتون این بود که شما حقوق دانید. بله. حقوق خوندید، حقوق هم خیلی
دقیق و صلب مشخصه. یکم بیشتر یکم شلتر ادبیات حقوقی نیست. اینو چجوری میتونیم تعریف کنیم؟ دقیقاً چقدر خوب که حالا اینو پرسیدیم. من میتونم شفاف سازی بکنم صحبتم رو. ببینید منظور من از انعطاف داشتن این نیستش که بیام توی متن قانون بنویسیم که مثلا حالا کسایی که میان حالا بیرون در معابر و انظار عمومی حاضر میشن اینطوری باشن، بعضی حالا اگه خواستن اگه فلان شرایط پیش اومد اونجوری هم باشه اشکال نداره. نه خب این اصلا قانون رو بیارزش میکنه، قانون بیفایده میشه. صحبت من در ادامه کلام استاد هست که عنوان میکنه وقتی حجاب امر اجتماعی میشه، وقتی که ما برای یک همچین امر اجتماعی، ما توی جامعه جنگل که زندگی نمیکنیم، قراره یک ضمانت اجرا گذاشته بشه، من میگم چرا باید این نوع برخورد، این نوع ضمانت اجرا اینقدر سفت و سخت و خشک اون هم نسبت به یک همچین پدیده که روی کرده حبس رو داره. یک لحظه اجازه بدین، شما فرض بکنین که یک شخص حالا مثلا حالا به قول ایشون یه خورده حالا رو سریش کمی عقب تره، مانتوشه مقدار حالا این ورون ورتره، میگه یه دو ماه برو حبس بفهمی همچین اوضاع از چه قراره که دیگه همچین کاری رو انجام ندی. آیا واقعا از حبس که میاد بیرون دیگه اون کار انجام نمیده، دیگه تکرار نمیشه؟ یه نکته دیگه هم عرض بکنم، وقتی که حالا این پدیده گشتن شدم عنوان کردی طرف اون دختر رو میگیری، میگه مگه من قتل کردم که منو اینطوری میگیری به من میگی جزای نقدی؟ حالا همون مجازات خیلی عادیش رو میگم در مورد حبس، به من میگه حالا 10 ماه حبس، 10 روز حبس، اصلا 10 روز حبس من کاری به ماهش ندارم. توی پرونده های قتل هم که حالا چون اشاره به بحث مبنای حقوقی کردین، ما حکم مر قانون رو داریم، خصوصا در بحث مهمی مثل قتل. کسی رو کشته، حالا قتل شبه عمد و چه، باید مثلا 20 سال حبس بره. من قاضی انعطاف به خرج میدم، میام چیکار میکنم؟ مثلا الان که اصلا پرونده شخصیت برای هر مجرم گذاشته شده، چرا حرف از جرم میزنم؟ چون که پدیده برخورد با بی‌حجابی یا بدحجابی یک جرم انگاشته میشه، یعنی اون شخص اساسا یک مجرمه. وقتی همچین ضمانت های اجرایی گذاشته میشه، من توی شخص بی‌حجاب و توی شخص بدحجاب مجرم میبینم. خب اساسا توی پرونده های قتل ما پرونده شخصیت میسازیم. اصلا چی شده که همچین قتلی اتفاق افتاده؟ چی شده؟ و حالا بحث جرم شناسانه. من میخوام بگم که حتی توی همچین پرونده هایی یک قاضی که هوشیار باشه، قاضی که به پرونده شخصیت نگاه بکنه، به جای اینکه مثلا 20 سال حبس بده که حکم مر قانونه، میگه من 20 سال حبس و مثلا میگم، حالا اصلا کاملا بسته به تمامی شرایطه، به جای این 20 سال حبس 20 سال تدریس قرآن کن، 20 سال مثلا فلانجا کار بکن. چرا؟ به خاطر اینکه بعد امکان بازتولیده، یعنی میخواد، یعنی کار فرهنگی داره میکنه، یعنی کاری میخواد بکنه که وقتی اون شخص وارد جامعه میشه دیگه اون رو بپذیره، رضایت قلبی و مقبولیت داشته باشه. صحبت من این که باز هم جواب من ندادید، یه خورده رو استفاده کردید، یه خانومی که یه خورده موهاش رو سرش عقب باشه یعنی چی؟ یه خورده از نظر من اینقدر نه من الان صحبتم تو یه خورده از مو این و من صحبتم فقط توی بحث ضمانت اجرا. خب اینو که گفتید، حالا بعد میگید من یه قتل کردم، ما جرم میذاریم که هر کس درخت قطع بکنه حتی آسیب بزنه 1 سال زندان، مگه قطع کردم؟ قانون. بعد قبول دارید، سوال میکنم، قبول دارید کسی که نقض قانون میکنه مجرمه یا نه؟ مجرم اصلا یعنی همین تعریف کسی نه نقض... کسی که نقض قانون میکنه مجرم هست یا نه؟ مجرمه، ولی آیا توی خیابون با کتک و میبرن محترمانه یه دستان میزنن یا مجرمه. رفتار صحبت میکنیم، شما گفتین یه خورده اینا قانونه، خوبه، حقوقیه، بگید. ببینید یه خورده دستم تو انعطاف قانونه. ما همینجوری که دوستمون اشاره کردن توی قانون بعضی وقتا قاضی میتونه به فراخور وضعیت متهم یا مجرم بیاد اون مجازاتی که واسش در نظر گرفته رو تعلیق کنه مشروط، یا بیاد مجازات جایگزین واسش بذاره. مثلا همین چیزی که این دوستمون گفتن میتونه. پس میشه این انعطاف. اما بحثی که ما داریم انعطاف قبل از اصلا وقوع جرمه. احسن. یعنی اینکه ما میگیم که خب حالا این انعطاف چقدره؟ ما اگر روسری اینجا باشه طرف رو مجرم قلمداد میکنیم، یا اگر اینجا باشه؟ که این فکر میکنم خیلی سخته مصداقش رو در آوردن که این یه ذره چقدره. راه حلش چیه؟
راه حلش اینه که دست قاضیه دیگه، خودتون دارین اصلا توضیح میدین، میگین دست قاضیه که میتونه چه تو قتل، البته قتل فکر نمیکنم اون اتفاقات براش بیفته، قتل قتل جنبه عمومی جرم داره، البته میتونه قاتلم بگه که وقتی ما بگیم که من دلم نمیخواد حجاب داشته باشم، قاتلم میگه چرا میخوای منو اعدام بکنی، حالا یه کاری کردم، میتونیم بشینیم با هم گفتمان کنیم حلش کنیم. به طور مثال دارم میگم، مثال بدم، مثالی که دارم عقلانی هست، وقتی دارین شما یه قانون رو نقض میکنی اونم یه قانون دیگه داریم، میخوایم اون رو آدمو کشتین، کسی رو نکشته که به کسی به ظاهر نظر منظورم نیست ایشونو اعدام بکنیم، داره میگه که منو نباید جریمه نقدی بکنه، منو باید اینجوری با هم رفتار بکنه. میگم اونم میتونه اینو بگه، نمیتونه از گفتارش رو ازش بگیریم که حرف رو میشه زد، مهم اینه که این حرفی که زده میشه انجام قابل انجام علمی یا نه و اجرا بشه. ایشون فرمودن که قاضی میاد میتونه مجازات جایگزین براش تعیین کنه. خب تو بحث حجاب هم همینه، قاضی میتونه مجازات جایگزین، اون قاضیه پس میتونه تصمیم گیری بکنه بر اساس قانون و اختیاراتی که داره. یعنی کجاش با هم دیگه تعارض داره؟ راه حل این یک خورده، این اختلاف چیه آقای دکتر؟ ببینید اصلا یک خورده و یک ذره تو حقوق معنا نداره، اصلا معنا نداره. اینی که ایشون میگن آگاهانه فکر میکنم ورود به این بحث کردن، در متن قانون جای مانوف میذارن برای قانون اجرا کننده، این هیچ معنی نداره. میگه قانون رو قاضی به تشخیص خودش میتواند حبس کنه یا جزای نقدی داشته باشه، اما در همین مر قانون، یعنی همون انعطاف داخل قانون تعریف شده، قاضی نمیتونه بگه که قاضی هم میتواند آزادش کند، اجازه نداره. پس همان چیزی که شما، پس من متوجه شدم، اسم انعطاف رو دارید میذارید، بازم در داخل قانونه، درسته؟ من چیزی نداره. حالا ما الان عرضمون این هستش، قانون الان اومده راجع به مسئله حجاب، بسیار بسیار منعطفه، مشخصه، جریمه نقدی، میگه آقا جان شما به اندازه یک کمربند ایمنی توی ماشین جریمه دارم میکنم و شما صحبتی نکنی، کمربند عفاف و حجاب نداشته باشی همین مقدار جریمه بشی. میگه نه، کمربند ایمنی قانون است، این یکی چرا حجاب اجباری؟ یعنی این بحث حجاب با همه این پیشینش، ارزشش به اندازه رفتار در یک کمربند ایمنی ماشین الان سطحش اومده پایین. چرا؟ چون گفتن حجاب رو حالا خود مردم ایشالله یه ذره درست میشه، فرهنگ سازی کنیم، که این بحثای بعدی ماست، فرهنگ سازی چیه، چه کار بکنیم، شوخی گرفتیم مسئله رو. من میگم یه طوری این برخورد رو در نظر بگیریم که اون رضایت قلبی همچنان حفظ بشه، امکان باز تولید وجود داشته باشه. من اینجوری تفسیر می‌کنم، خوبه تو همه قانون‌ها دیگه، نه فقط حجاب. بله، یعنی تو همه قانون‌ها. منم صحبتم اینه که شما بیاید به عنوان یک حقوقی بگید که در بحث کمربند ایمنی هم باید این مردم اعتقاد پیدا کنن، باید کار بکنیم، کار فرهنگی کنیم، در مباحث اقتصادی هم باید همین اتفاق بیفته، در گرانی ها هم مردم باید بفهمن برای چی، و در من جمله بحث حجاب هم باید این کارو بکنیم. اما اگر گفتید نه اون بقیه کاری نداریم، حجاب، میگم چرا میخواد متمایز کنید این بحث رو از بقیه مباحث حقوقی؟ من اینجوری تفسیر بکنم حرف ایشونو که میگن هر کسی که حتی کمربند هم نمیبنده باور داره که به نفعش، اگه تصادف میکنه آسیب میبینه، سهل انگاری میکنه، سختشه، راحت نیستش انجام. اما یه نفر که حجاب رعایت نمی‌کنه، یه نفر خاص، افراد دیگه هم هستن که سهل انگاریه، میگه نه اصلا باور ندارم که بخوام اجراش بکنم. همونجوری که داریم افرادی که نه محجبه نیستش، اما از لحاظ اینکه باور ضد حجاب داشته باشه، نه سختشه، گرمشه، دوستش می‌بینه و اینها، اون میگه نه من باور ندارم اصلا. اما آیا راننده‌ای داریم باور نداشته باشه کمربند به نفعشه؟ منظورش اینه که این چون جنسش اعتقادیه، درصدی که باید به فرهنگ سازی که حالا میپردازیم و باورسازی ایجاد بکنیم باید خیلی بیشتر از اعمال قانونش. بسیار خوب، اگه فرمایش ایشون اینه که باید فرهنگ سازی بکنیم و تحت عنوان فرهنگ سازی ما حجاب رو 40 سال تعطیل نکنیم قانونش رو، الان شما خاطرتون هست اگر مراجعه کنید، از روز اولی که این مباحث مطرح شد گفتن باید کار پخته بشه، کار ریشه‌ای باید انجام بشه، اول باید فرهنگ سازی بشه، بعدن باید این اتفاق بیفته. الان 40 ساله داره کار ریشه‌ای میشه، کار پخته میخواد اتفاق بیفته، میخواد زیر ساخت‌ها درست بشه. بازی نخوردیم به نظر شما؟ خب مشکل داشتیم، سال به سال فرهنگمون خرابتر داره میشه. این یه شعاری بیش نیست، اگر
در کنار کار فرهنگی تعریف ضمانت اجرایی نداشته باشی. تو مباحث حقوقی هم همینه. شما تو این از امروز به مردم بگید که همه باور دارید چراغ قرمز رو باید بایستید، دیگه پلیس شما رو جریمه نمیکنه، دیگه دوربینی شما رو جریمه نمیکنه، فرهنگ شما بالاست، مردم خودتون زندگی کنید، به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ شعار داریم میدیم دیگه. دوست های محترم این مملکت، شما دیگه انسان هستید، تو این مملکت هستید، دزدی نکنید بی زحمت. ما فرهنگ دزدی که بده دیگه، و ما دیگه باهاتون کار نداریم. شما به یه سطحی از رشد رسیدید دیگه خودتون میتونید تشخیص بدید دزدی خوبه یا دزدی بده. مسئولین ما، شما به یه سطحی رسیدید، خودتون دارای فرهنگ هستید، هیچ ضمانت اجرایی، هیچ مطالبه ما نمی‌کنید. اینا شعاره. بگن آقا مردم در بحث حجاب به یک سطحی از شعور و فهم رسیدن که خودشون میتونن انتخاب کنن، چرا در بقیه مسائل نرسیدند؟ یعنی واقعا مردم ما به سطح شعور و فهم نرسیدن که کمربند ایمنی رو خودشون رعایت کنن و پلیس جریمشون نکنه؟ یعنی اینقدر مردم ما فهمشون تو کمربند ایمنی کمه، تو حجاب رفته بالا؟ این بازی نیست به نظر شما؟ بازی داری میکنی؟ یه نکته بگم، من فکر میکنم یه انعطافی که مد نظرشون هست در اجرای این قانون داره خیلی اتفاق میفته، که وقتی ما آمار میگیریم میگیم که 50%، 55% از افراد خانومهای ما حجابشون خاکستریه یا حالا نوع متفاوتیه، یعنی در اجرای این قانون چون پوشش تعریف شده است دیگه، نوع پوشش مشخصه، گفتن بچه و کفین فقط. پس وقتی میگیم 55% آمار میدیم، 35% دیگه هم میمون که کلن بی حجاب و بعد حجاب شدن، 10% هم اونجوری. پس معلومه شون انعطاف در اجرای قانون داره اتفاق میفته. انعطاف نیست، ولنگاریه. ولنگاریه. این انعطافی که ایشون میگه حرف درستیه، اگر در متن قانون خودش ببینه واقعا یه خانومی که جزو همین 10% ها باشه که عناد داره و تذکرها رو دیده، صحبتها شده، این یه جوره یه دختر بچه 14-15 ساله‌ای الان روی ناگاهی وارد اجتماع شده، اسلامم میگه، قانونم میگه، میگه اینها رو یه جور برخورد نکنید، ولی تو متن قانون علت این که برای قانونگذار یه چنین منطقه الفراغی گذاشتند، یک چنین انعطافی به قول ایشون گذاشتن، همین هاست. عرض بنده همینه، این انعطاف هم باید در متن قانون باشه، نه در سلیقه بنده و شما. من سلیقه‌م میگیره سفت بگیرید، ایشون سلیقه‌اش میگیره مثلا سفت نگیرید. این مملکت نمیشه اداره کرد. 26 تا نهادی که قرار بوده کار بکنن برای اینکه مسئله حجاب، قانون حجاب پیاده سازی بشه، میگیم کار نمیکنن، فقط یک ضابط انتظامیش داره کار میکنه. این خب اونا هم به قول شما 40 ساله که سر کاریم دیگه، کاری نمیکنن. دولت ها میان سلیقه های مختلف اینور اونور بالا پایین، هرچی، معمولا هم در جهت عدم اجراشه، چون به صندوق رای فکر میکنن. حالا اون 25 تا که اجرا نمیکنن، این 26 امی که میخواد اجرا بکنه، این سبب ایجاد نفرت نمیشه، ایجاد شکاف تو اجتماع نمیشه؟ بحث کردیم جلسات قبل، فکر میکنم حالا جاش باشه دوباره. ما نیاز داریم به وحدت ملی در شرایط فعلی، که دشمن خارجی، دشمن جدی داریم از همه ظرفیت. همون مثال راهپیمایی که زدن، یک آدمی که به حجاب هم اعتقادی نداره اما اومده میبینه کیان کشورش در خطر، دشمنه. اعمال بدون اون زمیمه هاش الان ضررش بیشتر از منفعتش نیست؟ خب این بحث جدی هستش که اگر یک مجموعه‌ای بخواد یک کار جمعی بکنه، یک تعدادی کار نکنن، یکی بخواد کار بکنه، هم زحمت میکشه هم مورد هجمه قرار میگیره. و بدتر از اینی که اونهایی که کار نمیکنن به جایی که شرمنده باشن مدعی ان که چرا این کار میکنه، و این خیلی بد، احساس طلبکاری میکنن که شما چرا طبق مصوبه قانون خودت میخوای عمل بکنی. اینجا نقش نهادهای نظارتی، نقش مردم، بحث اون خواسته مردم بسیار مهمه. ببینید شما در این قانونی که تصویب شده، که قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، اولین نهادهایی رو که برای او مشخص کرده، اولیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 21 وظیفه براش مشخص کرده. خیلی وظیفه های مشخص، مثلا تولید الگوها و توی موسیقی
چه کاری بکنه که به بحث عفاف و حجاب ربط پیدا کنه؟ ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی در محصولات و کارهای فرهنگی. در سینما وظیفه وزارت ارشاد چیه؟ شما وظیفه الان میبینید؟ فیلم هایی که داره؟ عکس میبینید؟ عکس دارید میبینید. خب حالا این وزارت ارشاد ما، اگر یه جلسه‌ای بود واقعا وزیر ارشاد میمد اینجا و ما دونه دونه میپرسیدیم به عنوان مردم که شماره 1 14 سال تصویب شده، شما وظیفه اجرای اینا رو 14 سال تصویب شده، شما وظیفه اجرای تمام این بندها رو دارید، بگید چی کار کردید؟ به قول فرمایش شما برعکس عمل کردید، خرابتر کردید و نتیجه این خراب اینه که مردم به جون هم افتادند، خانواده ها مشکل پیدا کرده، مادر با دختر مشکل پیدا کرده، پدر میگه که چرا تو اینجوری هستی، اون میگه دلم میخواد، میخوام آزاد باشم. خرابی از اینجاست مشکلات برای مردم. و مشکل بدتر اینه که وزیر ارشاد اگه بهش بگی که چرا اینجوری، میگه اقتصاد. اقتصاد بگی میگه سیاست. سیاست مجلس. خب اینجوری که نمیشه که. این وزیره. بعد وزارت بازرگانی که امروز وزارت صنایع هست، من میخواستم بیام، بعضی از خانوما به ما گفتن واقعا ما واقعا یه لباس درست میخوایم پیدا کنیم، نمیشه، برید بگید یه مانتوی درست میخوایم. الان شما میفرمید آقا کشور ما ایرانیه، 2500 سال فرهنگ ما، یه دونه لباس پیدا کنید برای بچهتون روش انگلیسی نداشته باشه، یک جمله فارسی بنویسه، توانا بود هر که دانا بود. میتونید پیدا کنید به این راحتی؟ چرا پر از اینجا مشق انگلیسی تو بچه های ما؟ کی اینا رو باید درست کنه؟ این مردم که نمیخواد، بابا یه لباس میخواد تهیه کنه درست زندگیشو بکنه، میگن پیدا نمیشه. وزارت امروز دولت ما خب داره عرض میده، خودشون اعلام کردند کلاگیس میادش، نمیدونم غذای سگ و گربه داره وارد مملکت میشه. بعد برای چادر که تصریح قانون هست که باید این قیمتها، آخه الان یه خانواده‌ای که بخواد یه چادر تهیه کنه، یه لباس خوبی تهیه کنه، چقدر باید هزینه کنه؟ از کجا بیاره؟ بعد شما بگید که دولت داره ارزش میده به حجاب، یا اینا شعاره؟ اینا واقعیت‌هایی که خودشون دارن نقل میکنن که قسمت بعدی رو شما اینا رو دونه دونه بریم. قسمت بعدی صدا و سیماست، از همه بیشتر وظیفه داره، 31 وظیفه مشخص داره. درست. و من بخوام بگم تو یک جلسه کامل اینها رو بخوام فقط از هر کدوم یک نمونه بگم، شما ببینید وضع حجاب چیه و امروز کی مقصره. انشالله بتونیم مسئولین هم رو همین صندلی داشته باشیم و با دوستان بحث بکنیم، چون باید حالا بحث رو جمع بکنیم دیگه، دوستان هم خسته شدن. یه نکته شما درباره این که گفتیم برخورد بدی میشه با مثلا کسی که میخوان حجابش رعایت نکرده، خب یه نفر مثلا قانون رو فارغ از اینکه خوب یا بد پذیرفتیم اجرا نکرده، میخوان این رو پلیس برخورد کنه، ببره برخورد انتظامی قضایی، اجازه نمیده، چیکار باید بکنه پلیس؟ اجازه نمیده، یعنی میگه نمیام. مثلا شما چراغ قرمز رو مثالی که زدن رد کرده، یه نفر نگرش داشته میگه میخوام جریمه کنم، وای نمیسه میره. خب اون موقع هم ضربشت رو نمیبرن، یه جریمه رو افزایش میدن. توی همون توی همه مسائل رو داریم رفتش میدیم به این کمربند بستن و قانون راهنمایی رانندگی. خب این هم مثالش اونطوری بزنیم که توی موقع بیشتر تخلف بیشتر از 1,000,000 جریمه ماشین رو میخوابونن، چیکار کنن با بحث حجاب؟ ولی با خود فرد که چرا گواهینامه‌اش میگیرن اگه عملیات خطرناک داشته باشه حبس هم داره. خشونت که به خرج میدن، خشونت به خرج میدن. اگر قبول نکرد ماشینشو بخوابونن چیکار میکنه پلیس؟ چیکار باید بکنه؟ قبول نکرد، گفت نمیدم سویچو بهتون. خوابید جلو ماشین رو بر رو من رد شد. نه، میاد میشینه بره. چیکار باید بکنه پلیس؟ کاملا سوال دارم میپرسم. نگید چیزا سوال. اعمال قوه قاهره تو همه جای دنیا یکی از شئون چیزه. تو آمریکا باشه چیکار می‌کنن؟ خب توی دکتر، حالا چون بحث باید تموم شه، وقت نداریم. توی راهنمای رانندگی خب نمیاد توهین بکنه که، نهایتش میگه آره من سویچمو نمیدم، آقا 4 تا نیروی دیگه بیاد. بالاخره این کنار متال شده که مثلا کسی سویچو نده و ضرب و شتم مورد ضرب و شتم قرار بگیره. ولی توی حجاب چیکار باید بکنه؟
شما ضابط قضایی چی کار باید بکنید؟ سویچو نمیده ولی خب ماشین که خاموشه بارها نه، شده اومدن کوچیک سوارش بره مانعش میشه یعنی به داد و بیداد میکنه اگه دعوا میکنه کارهای اینجوری از این قبیل شلوغ کاریایی که مانع بشه. حالا چون این بحث باید ادامه پیدا کنه اینجوری اون نکته که هم دوستم گفت هم آقای دکتر گفتن که حال پلیس آمریکا یه اخیراً چون بحثت مثال زدن گفتن که همیشه الگوشون امیرالمومنینه، بحث پلیس که میشه ولی الگوشون میشه پلیس آمریکا. اینو یه نکته جنبندی کنید بحث بمونه ادامه‌شو برداری بده. از پلیس آمریکا باشه جنبندی رو باید داشته باشید. ما ببینید توی مسائل قانونی میگیم حداقلش کسی که مخالف هستید اون طرفو قبول دارید یا ندارید. اگر گفت قبول دارم دنیا دنیای قانونه، دنیا دنیای حقوقی هستش، میگیم لااقل مثل دنیا عمل کنید. اما ما بحثمون بالاتر از دنیاست، اونجا میریم سراغ امیرالمومنین. اما ابتدای کار سری نمیایم بگیم امیرالمومنین تا کسی حرف بزنه بگی دین اینو گفته، اسلام اینو گفته. ابتدای کار میگیم عقل چی گفته، سابقه و پیشینه ما چی گفته، دنیا چی داره میگه. شما دیگه از پاپ کاتولیک تر که نمیخواید بشید که، از جمهوریت دنیا که جمهوری تر نمیخواید بشید که، از رعایت قانون دنیا که قانونی تر شما که نمیگید که ما که میخواییم همون جور باشیم. خب اگر هستید به دنیا نگاه کنیم لااقل مثل اونا باشیم. اگر بگید که تازه ما میخواییم از دنیا بریم مرحله بالاتر، بنده تو این قسمت تازه شروع میکنم اسلام چی میخواد از ما، شخصیت زن چی هست. من الان از حد اقل ها شروع کردم، از کف قانون، از اخلاق شروع نکردم، از دین شروع نکردم. شما پذیرفتید که قانون باید رعایت بشه، شما پذیرفتید، خب رعایت کنید. مسئولین ما باید رعایت کنند. حالا حجاب چی کار میتونه بکنه؟ یه بحثی مطرح کردید، من اینم اشاره کنم چون بحث ناتمام نموده. بنده حتی نظرم اینه که اختلاطی که شما مطرح کردید بین دختر و پسر هیچ اشکالی نداره، بلکه خوبه. ما کاری به مبانی قانونیش نداریم که وارد شدیم که خوبه یا بده. شما دانشگاهی درست کنید تمام خانوم‌ها تا وارد دانشگاه میشن حجابشون رو بذارن کنار، آزاد توی دانشگاه از اون دربونش تا استاد دانشگاه. ما نداریم استاد دانشگاه خانوم‌ها، و همه علم و دانش باشه، نه اینکه این شکست عشقی خورده اون یکی نه من با پسر اینجوری شده. این چه وضع دانشگاهی که درست کردیم؟ بله مدارس ما اومده دختر و پسر رو جدا کردیم، سنشون کمه، تا میشه 18 سال 19 سال کنار هم میشینن، خب آفتهایی درست میشه. اما نه اینکه به فرمایش شما این پسر و دختر رو بیارید کنار هم بشونید بعد میگید سلام به هم نکنید. خب این که خنده داره این حرفا. آقای رئیس دانشگاهی که شما میفرمایید آقا اینجوری نگاه نکنید، خب این مگه میشه؟ شما بیارید آقا این آقایون همه با هم هستن، خنده میکنن، ورزش میکنن، شوخی میکنن، همه جور صحبت میکنن، آقایون هستن دانشگاه. کشورهای دنیا بعضی الان رو سایت نگاه کنید اومدن بحث تک جنسیتی رو نشون دادن و آزمایش کردن که معدل از مثلا فرض کنید 16 و نیم شده 18 و نیم، گفتن این خوبه. چرا؟ چون عوارض جوانی کشش های دختر و پسر علم رو داره اونجا، اون کاری به دین ندارند. خب اگه چنین چیزیه، ما کی گفته که هر چی به ما هجمه کردن ما بگیم تسلیم؟ چه اشکال داره؟ واقعا خوب نیستش؟ یه دونه بیمارستان پزشکی از دربان دم درش گرفته تا رئیس بیمارستان با دانشکده پزشکیش تماما خانم های داره کنند و از وقتی که وارد میشن بی حجاب بشن. این راحت تره یا یه چادری به زحمت حراست بخواد جلوشو بگیره اون بگه طبق قانونه؟ خب ما یه راه حلایی داریم پس. ولی الان تا بگید آقا دانشگاه ها هم جدا بشن یک دیکتاتوری فرهنگی حجمه ای وارد میشه که وای میخواید دیوار بکشید. نه خیر، میخواییم زن آزاد باشه، میخوایم بی حجاب باشه تو دانشگاهش، تو مدرسهش راحت باشه. آقا 8 ساعت تو دانشگاه میره، باید این روسری چادر برای چی باید سر داشته باشه؟ حتما باید یه مرد کنارش باشه؟ اشکالی داره؟
مدرسه و دانشگاه و ترک جنسیتی میکنیم، جامعه رو چیکار کنیم؟ جامعه این بنده خدا میخواد یه حجابی سرش کنه، یه چادری سرش کنه، از اینجا سوار یه ماشینی بشه بیاد بره دانشگاه، حجابش رو ورداره بره زندگیش کنه 8 ساعت برمیگرده میادش توی خونه خودش بازم حجاب نداره. ما اومدیم همه رو کنار هم گذاشتیم، حالا همه رو میگیم باید همه زور حجاب داشته باشید. خب سخته. الان تو همین جلسه چند ساعت هستش، بالاخره سخت، افراد خسته میشند، بعد میگیم نخیر امیرالمومنین ببینید چه جور بودش. اینجا دین رو میاریم سپر بی عقلی های خودمون قرار میدیم، دین رو میاریم در جلوی غرب میخوایم قرار بدیم که مردم هم از دین زده میشن هم متولیان دین هاشن. بابا عقل چیز خوبیه؟ دست شما درد نکنه، ممنونم. خیلی طولانی شد مباحثمون، چندین جلسه صحبت کردیم، هم دوستان حاضر در سالن خسته شدن دستشون درد نکنه، هم بزرگواران، اما بحث ادامه داره، حتما باید موارد مختلفی رو بپردازیم و بهش برسیم. خیلی ممنون که همراه ما بودید. همچنان تو شبکه‌های اجتماعی میتونید نظرات خودتون رو منتقل بکنید، هم درخواست داشته باشید که ما توفیق داشته باشیم اینجا در خدمتتون باشیم، هم به عنوان دور این میز به عنوان کارشناس، هم در بین حضار، همین که موضوعاتی که به نظرتون میرسه اگر صحبت‌های من، استاد و سایر دوستان نکته‌ای داشتید منتقل بکنید، ما دوباره تو همین برنامه دربارش بحث می‌کنیم. بدون توقف رو از دست ندید. خدا نگهدار. خب اگر ما تک جنسیتی کردیم، آیا این دختر خانم یا این آقا پسر توی بیرون از محیط دانشگاه امکانه این رو نداره با کسی دوشه با جنس مخالف؟ بعد آیا حالا اون بحثای عاشقانه‌ای که میگیم توی دانشگاه هست بیرون اتفاق نمیفته واسش؟ آیا شما استاد درجه یک برتر خانم بعد از این همه سال در کشور دارید یا ندارید؟ شما بگید مثلا کار رو تفکیک بکنیم، دانشگاه رو تفکیک بکنیم، مدارس رو تفکیک بکنیم، اینهایی که ازدواج غیر خویشاوندی دارن اینا کجا با هم آشنا بشن؟ با این ایده که دانشگاه کامل از ورودیش تا انتها همه اساتید نیروهای خدمات همه خانم باشن یا آقا باشن، مشکل شما با این چیه؟ داریم میگیم یا باید آدم دنبال محیط آرامش داره بهتر بگرده، یا باید این باشه که میخوام از استاد بهتر استفاده بکنم. این وضع موجود، آخه ما که نمیتونیم سرمون رو زیر برف بکنیم. وضع موجود دانشگاه های ما چه خبره الان؟ این سریال هایی که درست میکنن از کجا درست میکنن؟ ما سان فرانسیسکو رو که درست نمیکنن، ما همین جمهوری اسلامی رو دارن درست میکنن.